کمیسیون حقوق بشر افغانستان ضمن انتقاد از عدم رسیدگی به جرائم جنگی در افغانستان گفت که تاکنون درباره هیچ کدام از این جرائم اقدامی نشده است. محمد نعیم نظری معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان ضمن اعلام این خبر تاکید کرد که این کمیسیون خواستار رسیدگی به جرائم جنگی توسط تمام طرف‌های درگیر در این کشور از جمله سنی‌های تندروی طالبان، نیروهای خارجی و حتی نیروهای امنیتی افغانستان است. وی افزود که نقض حقوق بشر توسط هیچ شخص و یا طرفی پذیرفتنی نیست. نظری تصریح کرد چشم‌پوشی از جرائم جنگی فرهنگ معافیت و نقض حقوق بشر را افزایش می‌دهد و ادامه این وضعیت مورد قبول کمیسیون حقوق بشر افغانستان و نهاد مدنی ملی و بین‌المللی نیست. این در حالی است که اخیراً سنی‌های تندروی طالبان به عنوان کشنده ترین گروه تروریستی جهان توسط یک مؤسسه استرالیایی شناخته شده است.